نویسنده هستند و موضوعی که در ابتدای برنامه براتون یادآوری کردیم روی رابطه اجتماعی و داشتن این روابط یا همچنان میشه بر استحکام بخشی این روابط اشاره داشته باشیم در بحثی که با آقای خمی داریم. خوش آمدید. سلامتان بخیر. یک سلام خاص بر شما و بینندگان شبکه جهانی تلویزیون خورشید. امیده که یک صبح با تن صحت آغاز کرده باشیم. سلامت باشین آقای قمعی، بیان صحبت هایتون آغاز بکنین، در رابطه با رابطه اجتماعی صحبت بکنین که حالا با دیدهای خیلی منفی در اجتماع و جامعه امروزی افغانستان دیده میشه، این رابطه چقدر تاثیرگذار هست بالای پیشرفت هایی که برای یک شخص صورت میگیره، محبت و صمیمیتی که بین افراد این جامعه و شهروندان ایجاد میشه، چه معنا و مفهومی میتونه در قبال داشته باشه؟ در کل بیان که سر مقدمه بیان، روابط اجتماعی ارتباط بین دو طرف، چی فردیستن چی گروهیستن، که در برگیرنده انتقال فن، اطلاعات، افکار و تفاهم ها، خوشبختی ها، بدبختی ها، سهولت ها، خشونت، در مجموع در کل ای ارزش های مهم یا روش های هستند که نظم جامعه را ایجاد کردن. و این ارزش ها وقتی که ما میبینیم، اگر ما دیدیم با منطقی خود ما یا مثلا جامعه خود ما با دیگر دنیا ببینیم یا قیاس کنیم، در دیگر دنیا در یک جامعه سالم وقتی که روابط اجتماعی را ما میبینیم، اصل تطبیق روابط در بخش اداری، مثل ایجاد یا رایت ساختن رابطه از مدون به عمر، از عمر به مدون و مراجعین، کسی که میایه، اگر سالم باشه، وقتی که ما سالم میگیم به شکل قانونی که پیش میره، یک اصل قانونیت به بار میاره و در بخش نظامی همچنان ما وقتی که میبینیم اصل تشتیک مسایی که میگه، ما که مثلا بخش نیروی امنیتی میبینیم یا که در بین خود یک اشتراک منظمی که داره، این یک تاثیرگذار بسیار مهمه در بخش امنیتی استن. و در آن ما مثال که میاییم در بخش افراد عامه که ما داخل میشیم، اصل مراد ساختن احترام متقابل که مثال خوردا و کلانا و اطپال هستن، از اطپال و کلانا هستن و همسند هستن، که یا در برگرنده یک خلاقیت یا یک ارزش حقوق همسایه‌داری، در کل یک نوع ارزش هستند که این جامعه را تامین ساختن. اگر در بخش سیاسی باشه، روابط مثال منطقه‌ای یا فرامنطقه‌ای هستند، که مثال ما رابطه دیپلماسی ارتباطاتی با دیگر متمرکز باشیم بر رابطه اجتماعی. از افراد عامه صحبت کردیم، در جامعه بشری از ارزش های داری کردیم آقای رحمت الله، و ای که آنچه میتونم این ارزش ها را پیاده بسازه، حس همدیگر پذیری از احترام متقابل است که سبب قایم شدن یا مستحکم شدن روابط اجتماعی میشه. چگونه از روحیه همدیگر پذیری در جامعه ما همین احترام متقابل از کجا آغاز میشه، از کجا باید آغاز کرد به اینکه این روابط هم مستحکم تر ساخت؟ با تعصب، آن چیزی که در یک جامعه سالم باید صورت گیره، در افغانستان به شکل کلی ما از او مستحق نیستیم. اون چیزی که مثال در یک جامعه که ما قبلا براتون اشاره کردیم، بعضی نقاط مهمشونه که در یک جامعه سالم که باید این روند یا این روش ها باید وجود داشته باشه، در افغانستان ما در کل از او مستحق نیستیم.
بسیار خب آقای غمه بیان اشاره بکنین از کجا باید آغاز بکنیم، چون خود ما وقتی در یک محیط حضور پیدا می کنیم، حالا اگر تحصیلی باشه، تعلیمی باشه، محیط کاری باشه، حتی محیط خانواده باشه، چگونه میتونیم یک رابطه اجتماعی درستی را برقرار بکنیم که هم تاثیرگذار بالای شخصیت ما باشه، هم یک رابطه صمیمی تری را بتونیم با اطرافیانمون داشته باشیم؟ چقدر تاثیرگذار میتونن باشن؟ ما اگر به شکل قانونی بخوایم که اصلا یک به شکل قانونی سالم، اگر ما بخوایم که یک جامعه سالم بسازیم، یک روابط سالم داشته باشیم، در قدم نخست ما به قوی اجرای اصل تطبیق روابط یا اصل تطبیق قانون که ما قبلا براتون اشاره کردیم، وقتی که قانونن امو اصولی که بین عامر مدون و بالاخره کسی که مراجعه میکنه یا میان هم قانون به شکل سالم ایجاد میشه و پیش میره و هم یک رابطه سالم در بین سه شخص ایجاد میشه، چون که در یک جامعه وقتی که سالمیت میه اول از قوه اجرای آغاز میشه. دوم ما وقتی که میاییم در اشخاص یا در وقتی که در یک جامعه میاییم به عام که تو میشه یا میاییم راجعه میشه که بعد به عام بره، احترام یا اصل تطبیق احترام بین اشخاص، مثال ما قبلا برتان گفتیم که اطفال هستن، اما موقف اطفال از کلانا که وا در برگینده در کل این روش ها باز اخلاق و ایجاد شخصیت از هر طبقه که در جامعه هستن او را می سازن و حقوق همسایه می آید، در او حقوق کلان ها می آید، در کل این اصول اگر ما من نظر داشته باشیم و در بخش نظامی همچنان ما قبلا براتون گفتیم اگر این سی قوی که ما شما اینجا داریم اگر یک تشریک مسایی سالم یا ارتباط سالم داشته باشد در بین خود، هم در بخش امنیتی هم بسیار یک تاثیرگذاری خوب دارن. این نقاط مهم هستن اگر ما بتانیم که این رابطه تامین بسازیم، یک توصیل گذاری مثبت بر جمعه ما داشته باشه. اگر شیوا و روش درست اختیار شود در یک جامعه بشری بر داشتن روابط یا همین ارتباطات میتونه زمینه سازی بکنه بر داشتن یک جامعه سالم. آنچه ما رک شما یادآوری کردین، از همدیگر پذیری گفتین، احترام متقابل، بیشتر متمرکز بودین، برش یادآوری کردین در صحبت‌هایتان. حالا جامعه کنونی را چگونه یک جامعه شما خطاب میکنین؟ برش فعلا در چگونه یک وضعیت هستیم و برای رسیدن به یک جامعه سالم از کجا باید آغاز کنیم؟ سوالی که قبلا همچنان پرسیدیم، مشخصا ملفه هایی که شما میخواییم برش یادآوری کنیم، غیر از داشتن حس همدیگر پذیری، همین همدیگر پذیری از کجا باید آغاز شود؟ چگونه میانگیزه در میان افراد ایجاد کرد؟ ما بعضی مشکلات داریم، بعضی مشکلات هستند که ما نمیتونیم که با مؤدب خود با سالم بودن ما بریم. مثال مشکلات اقتصادی هستند که در خشونت ها و این کشم و کشا به وجود آمدن و این موقع مثال نمیشد تا ما تامین رابطه یا مفکری ما زیاد به تامین رابطه باشه، چون که ما از زیاد به مو تلاش اقتصادی خود هستیم و دیگه بیام نیستن، امنیت بسیار یک لوری مهم دارن و از این خاطر همچنان ما بعضی ارتباطات نمیتونیم که کنیم سازیم و دیگه چی هستن؟ جنگ های قومی، نژادی، جنگ های خونه‌ای که ما شما میگیم یا هم زیاد تمی رابطه هایی که مثلا ما بخواهیم که یک رابطه سالم ایجاد شود، این بعض عوامل هستن یا رایشان ها که یا مسدود ساختن. اگر ما در این راستا سعی تلاش داشته باشیم میشه که یک رابطه سالم را در جمعه ایجاد کنیم.
علت بر چی است که همیشه کسایی که در افغانستان هستن، مردم این اجتماع هستن، از روابط اجتماعی همیشه سوء استفاده میکنن و یا اینکه به دیده منفی میبینن؟ مشکل در کجا هست؟ علتش در چی است که این گونه افرادی هستن؟ ما قبلتون اشاره کردیم، باز برمیگردیم، عدم تطبیق قانون. چون وقتی که ما در یک جامعه امو ارتباط اداری به شکل سالم ایجاد نمیشه و در بین از این مردم امو ارزش اصل شایسته سالاری رو مد نظر نمیگیرن، از این رو یا بعضشون که تبعیضن، بعضشون که صدمه میبینن، از این خاطر یا عموما بعضشون سلنگ از خود از لحاظ سلنگوری یا تلاش دارن که این روابط به شکل تمثیلی یا به شکل سلنگوری یا استفاده میکنه. از چی برای میشم این تبعیض و تعصب روی شکن ساخت از یک جامعه بشری؟ چون بعضا در داشتن روابط و روابط اجتماعی در یک جامعه بحث قومیت، سمت سو، زبان مطرح میشه و یک مشکل بزرگ بوده میتونه. چیگونه میشه که امی ذهنیت را از میان برداشت در یک جامعه؟ ما قبلا هم براتون اشاره کردیم، در این زیادتر احزاب رول مهمی دارن که این احزاب میتونن که یک تومین رابطه دوستانه بین افراد ایجاد کنه، یک انگیزی برشون ایجاد کنن. در این بخش احزاب زیاد رول دارن. بسیار خوب، نکات بسیار خوب را اشاره کردین. تشکر از شما آقای رحمتالله غمی که رابطه اجتماعی واقعا خیلی تاثیرگذار هست. امیدوار هستم که بعد از این توجه بیشتر داشته باشن و یک رابطه درستی را بتونیم در اجتماع داشته باشیم. تشکر از حضورتان. بعد از چند پیام بازرگانی دوباره برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود.